سلام دوست عزیز به چندن ما خوش آمدین امروز طرز دهی سبزی پالک برتان نشان میدم این طرز دهی به دو طریقه برتان نشان میدم тарз даҳии аввал сабзи полак аз сабзи тоза аст к и даи равош изофа мекунам шумометонед равошр зофа кунеофанакунсрф длхо аст ва тарз даҳии дувум сабзиполак к аз сабзи яхзада дуруст кардам ва бисёр тариқиосонас шумометонедда дақоиқ бисёр кам оҷил к сабзи беҳад оливу хушмаззак ана аздсазрсазизабарн ншнмеааарқар биинтамошо куне مواد لازم در دهی اول دو کیلو سبزی پالک 300 گرم گندنه 200 گرم نوش یا یک قاشق زخوری سیر یک عدد پیاز یک قاشق زخوری نمک یا به طعم شما روغن یک پیاله 200 میلی لیتر یا حسب ضرورت مرچ دلمه یک عدد رواش دو اضافه کردن رواش کاملا دلخواست و همچنان دهی ما گشنیز تازه و نوش بیاس. برگ هلبه دو قاشق خوری، یک عدد یا بیشتر مرچ دلما و سه یا چهار عدد مرچ سبز ما به این درس دیگه ضرورت داریم پیاز گندنه سبزی پالک نوش پیاز و گشنی تازه را خوب ریزه کنین و ما ماده بگذارین همش باید ریزه شد شما میتونین پالک قبل از ریزه کردن بشوین یا بعد از ریزه کردن بشوین و به این شکلی که در تصویر میبینین شما به می اندازه سبزی را ریزه کنین سبزی که ما استفاده میکنیم این کاملا سبزی است که قبلا شسته شده ای رو صرف میدادین شما در چلاو آبکش کنین و پاک رو بشوین ای ریک چیز نداره شما میتونین به این ای شکل بشوین ای. ولی اگر میبینین سبزی ریک داره شما باید یک تشت رو پرتین و با زور با چلاوساف آبکش کرده و با چندین بار خوب رو بشوین تا همش خوب پاک شود نوش پیاز گندنه گشنیز تازه همش رو کریزه خوب باید پاک به با این ترتیب بشوین همه سبزی ها را که بارد از گندنه، نوش پیاز و گشنیز تازه مرش تازه همشه توسط از این ماشینه که دستی ریزه کنین نوش پیاز هم به این شکل ریزه کنین همشه آماده بگذارین همه سبزی ها را. همه سبزی ها به این شکل باید خورد خورد ریزه شود. یک عدد پیاز که خورد ریزه کردیم به یک ظرف رو اضافه کنین روغن داغ کنین و پیاز بالاش گلابی کنین نوش پیاز گندنه همیشه بالای پیاز اضافه میکنیم و امرای پیازی را کم سرخ میکنیم پیاز و نوش پیاز و گندنه در حال سرخ شدن است و حال بالایش سبزی پلاک اضافه میکنیم و ایره هم میگذاریم حال حرارت بلند است و سبزی را میگذاریم تا کمک نرم شود. بعد کمک نرم شد بالایش سرپوش میگذاریم حرارت متوسط میسازیم و می حرارت متوسط میپنیم برای ایلا پونزه دقیقه ای سبزی به حرارت متوسط میپزیم و حال بلای زون نمک، مرش تازه، گشنیز تازه را که ریزه کردیم همش اضافه میکنیم، سیر اضافه میکنیم و برگ هلوه را به اضافه میکنیم اگر شما دارین و مرش های تازه را که ریزه کردیم به اضافه میکنیم میره میگذاریم، سرخ میکنیم تا سر روغن بیاید یعنی باید ای سبزی خوب پخته شود سر روغن بیاید و آب اضافه که از بین بره. سبزی آب میکشه و شما گشنیز تازه را علاوه کنین بگذارین آبش خشک شو و بازو و با او مرچ دلمر علاوه میکنیم و میگذاریم تا بپزه و سر روغن سبزی آماده شده کاملا پخته شده و حال اگر شما خوش دارین میتونین رواش پوست کرده بر مدت و اضافه کنین و مدت دو سه دقیقه سرپوش سر بمانین و بعد از سرپوش ماندین رواش زود نرم میشه رواش بسیار زود میپزه علاوه کردن رواش کاملا دلخواست ولی خوشمزه می اگر موسم رواش بود شما میتونید توانید دوی رواش اضافه کنید و ای در مدت دو لا سی دقیقه زمانی که شما سرپوش بگذارید رواش می پزه بازم برسان می گم کاملا شما ضرور نیست که رواش اضافه کنید و حال سبزی آماده است شما میتونید سبزی را نوش جان کنید به این اگر خوش داشتین صرف رواش اضافه کنید و حال طرز دهی دومه که سبزی یخ زده است برتان نشان میدم که به چه قدر آسانی شما در مدت کم جور کرده میتونید и сабзӣ дар покатҳо ба шакл яхзада да бозор фурӯхта меша мавод лозимш як адад пиёз як килу полак яхзада нӯш пиёз вамоши тоза ҳасб зарурат амоши дулма як адад сир як қошоқ қизоқхӯри руған ним пиёла ки сад миллилитр меша барги ҳулба ҳасб зарурат намак як қошоқ қизоқхӯри ё ҳасп зарурат ин маод руғана доғ мекунем ва пиёза ки хурт хурт иза кардем ба изофа мекунем ва срф мегузорем танҳо зардранг шава нарм шава бо ду сабзи ки яқзадаст изофа мекунем як қошуқи зохӯри сир як қошуқи зохӯри намак мурчи тоза мурчи дулма гашнизи тоза гашнизи хушк як қошоқ ё ду қошоқи зохури گشنیز تازه و خشک که گلبه نوش پیاز ریزه شده و گشنیز ریزه شده مرش تازه را همش اضافه می کنیم و کم آب نیم پیاله به اضافه می کنیم همه مواد به هم مخلوط می کنیم حرارت بلند است و بازو حرارت را کم می کنیم و می بر دادق به حرارت متوسط بالاش سرپوش مادیم و بعد از سبزی رو میبینیم که آماده است با کم کم حرارت کم میکنیم و او رو بازم شور میدیم و میگذاریم بر پونزه الو دادقی دیگه دا تا پخته شود دوست عزیز این دو طریقه که از سبزی تازه بود و سبزی که یخزده بود ما برتان نشان دادم خدا کنر دو ترز خوش خوشتان آمده باشه اگر خوش خوشتان آمد لطفا لایک شیر سبسکرایب و کامنت کنید و ببینید سبزی یخزده چقدر باسانی تیار میشه و به هدالی و خوشمزه است وقت خوش, برتان... وقت خوش دوست عزیز برتان میخوایم